همش رویا بود. یک رویای دنبال دار، دنباله‌ای به طول عمرم. اصلا باورم نمیشد با چشمامش رو ببینم. شاد بودیم. میخوام تو دنباله این رویا زندگی کنم. اومدیم اینجا دور از شهرها که رویامو ببینم، که تو دنباله رویام زندگی کنم. قرار بود هوا صاف و آفتابی باشه. آبدوخیا رو برده بودیم و خودمونو برای یه گرمای حسابی آماده کرده بودیم، که همه چیز برعکس شد. شب اول با عطر گندمای بارون زده سر شد. این یعنی این که ندیدیمش. آدمیزاد چند هزار سال پیش گندم رو اهلی کرد. حالا گندم ما رو اهلی کرد. رازیمون کرد یه شب دیگه هم ببینیم، بلکه ببینیمش. من کلی پیغام آماده کردم که باید بهش برسونم. Thank you.
شب دومم تا صبح بارون تنهامون نذاش. این یعنی بازم ندیدیمش. از درخت و گندما خداحافظی میکنم که بریم. همون درختی که تو رویاهام دیدم. دیدم قرار کنار این درخت ملاقاتش کنم. ما اومدیم. درخت رو پیدا کردیم. ولی اون نیومد. فعلا میریم تا بعد ببینیم دنباله رویاهام کجا قرار اتفاق بیفته. رویاها واقعی میشن. من میدونم. یک هفته بعد برای دیدنش راهی یه منطقه دیگه ای شدیم. این بارم هواشناسی میگفت قرار صاف باشه. بریم ببینیم چی میشه. یه جایی اون بالا پیدا کردیم اونجا که به نظر بد نیست برای عکاسی. ماشین رو پارک کردیم رو جاده و داریم میریم. هوا ابری شد. ما هم چادر رو زدیم و نشستیم تو چادر، چیزکیک خوردیم و سریال تماشا کردیم. داره باز میشه. اصلا باورم نمیشد با چشمامشو ببینم. نه چقدر نور زیاده. خب کم کن. نه بیام بیرون تایم لپس اینو بذارم بعد بریم سراغ یه لنز تلتر. وای من اصلا فکر نمی کردم با چشمم دومش انقدر واضح دیده شه. چقدر خوشگه. عجب چیزیه. تو تمام مدت حضورش توی آسمون، یعنی از وقتی که هوا تاریک شد تا وقتی که غروب کنه، چند ثانیه از پشت ابر اومد بیرون. فوق‌العاده بود. خیلی باشکوه بود. اصلا فکرشم نمی کردم اینجوری باشه. بعد از اینکه غروب کرد و دیگه خیالمون راحت شد چه ابرا باشن چه نباشن دیگه توی آسمون نیست، ما هم مشغول شام خوردن شدیم. تمام اون روز اینجوری بود. ابر و باد و مه و بارون با بیشترین توانشون اومده بودن به سراغم. باید تصمیم میگرفتیم که یا بمونیم تا وقتی که هوا خوب شه یا کلن جمع کنیم تو هوای خراب بریم پایین بریم در ماشین. از همونم داشتم و میشد.
از یه طرفی هم دلمون نمیخواست ناامید بشیم، میخواستیم همچنان امیدوارانه صبر کنیم، بلکه هوای کوچولو شروع کنه به بهتر شدن و ما امید داشته باشیم که دوباره شب دنبال دارو ببینیم. ولی دیگه نمیشد موند. توی چادرمونم خیس شده بود، هر لحظه هم داشت آب بیشتر میومد تو. بر خاطر همین جمع کردیم که بریم پایین تا ببینیم چی میشه. مه و بخار داره و سرعت 30-40 کیلومتر. بریم. مردیم خودمون رسوندیم تو ماشین. گرم شدیم، لباس عوض کردیم، غذا خوردیم، یه خورده استراحت کردیم، یه ذره آروم شدیم. ساعت 8:09 شب شد ولی هوا هنوز همون جوری بود. یک ذره هم امیدی نبود. ما هم آماده شدیم که حرکت کنیم. خیلی خسته بودیم. شب رو یه جایی کنار جاده تو ماشین خوابیدیم تا ببینیم فردا چی میشه. صبح روز بعد اولین کاری که کردیم این بود که وسایلمون رو خوش کنیم. همه چیز خیس خیس بود. برای دستشویی کردن تو طبیعت باید یه چاله 15 تا 20 سانتی بکنیم و بعد از اینکه کارمون رو انجام دادیم دوباره روش رو کاملا با خاک بپوشونیم. اینجوری کمک میکنه که سریعتر تجزیه بشه. و یه نکته مهم دیگه این که دستمال کاغذی، دستمال مرطوب همه رو باید با خودمون برگردونیم. نباید تو طبیعت جاش بذاریم. تو راه برگشت دوباره اومدیم پیش همون درخت. منم مشغول حساب کتابم که ببینم چه ساعتی، کجا، چطور، از چه زاویه‌ای میتونم دنبال دارو کنار درخت ببینم اگر آسمون یاری کنه. در ضمن امشب هلال ماه رو هم کنار این دوتا داریم. بریم کم کم که اگر صاف شد ما آماده باشیم. خوشید تو افق؟ ته درخته میشه وسط کادر من که 315. داره باز میشه. اوه باز میشه. 30 ثانیه 720 مموری من جا داره، باتری من فوله. تخته برو بالاتر اینجوری دهه تقریبا. اینجاها چجوری دهه؟ ماه هلال ماهو چی اونه؟ دیدی؟ چقدر خوشگله. ابرا می رفتن و می اومدن. هر از چنگاهی پنجره‌ای به روی دنبال دار باز می کردن. رویا واقعی شد. به دنبال دار گفتم 6000 سال دیگه که برگشتی این پیغامو از یه دختر گندم رو در میان گندمای خاورمیانه به آدما برسون. من در میانه تاریخ و جهانم، نه بیشترم نه کمتر. بالا و پایین جهان از ما عبور میکنن بدون نگاه کردن به رد پاشون. دنباله آرزوهام تو این میانه گم شده. این میانه رو ترک نمیکنم تا دنباله ها رو پیدا کنم. من میانه بودنم رو دوست دارم. میان سفیدی و سیاهی مثل روی گندمی مردم خاورمیانه. میانه که باشی زورت به بالا نمیرسه و آزارت به پایین. من میخوام تو همه جای زندگی میانه باشم. ای کاش همه در همه جای جهان میانه همه چیزو داشتند.